سلام به دوستان عزیز، صبح همگی بخیر. امروز شنبه 10 آگست هست و ما با قسمت 112 پندوگپ در خدمت هستیم با یه موضوع بسیار جدید و جذاب، ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی یا AI، که خیلی وقت هستش بازار بسیار داغی داره و طرفداران خیلی زیادی داره. خیلی از متقاضیان کار هستن که دارن سعی میکنن وارد این زمینه کاری بشن، یا اینکه اگر در زمینه دارن کار میکنن سعی کنن اون گذار رو انجام بدن، در واقع از کار الانشون به زمینه AI. چه زیر مجموعه هایی داره، چه جزئیاتی داره، چطور میشه واردش شد، چه چیزهایی باید آموزش دید اگر که قبلا تو این زمینه کار میکردین و الان میخواین بیاین به سمت AI، و راجع به جزئیاتش تا جایی که امکان داشته باشه و فرصت داشته باشیم صحبت میکنیم. سلام کامیار، خوبی؟ سلام، صبحت بخیر. صبح بخیر، آرام دارم، همیشه خوب و خوش باشی. و مبحث بسیار جالبی رو این دفعه انتخاب کردیم. مبحث روزه و یه نکته خیلی جالبی در مورد هوش مصنوعی اینه که حالا به اصطلاح اینجایی ها بهش میگن که باید قبل از هر چیز اون فیکشن و فکتش از هم جدا کنی، چیا به قول معروف حالت افسانه است، چیا واقعا واقعیت هوش مصنوعیه. چون الان دیگه هر کی هر کاری میکنه، هر چیزی، یا مثلا به خصوص تو این فیلم ها مثلا نشون میدن مثلا با هوش مصنوعی این کارو کردن، با هوش مصنوعی اون کارو کردن. آره خیلی پیشرفت کرده، ولی هنوز خیلی جای پیشرفت داره و هنوز خیلی با اون چیزی که شاید توی داستانا و توی فیلم ها و توی آرزوها هستش به قول معروف فاصله داره. در نتیجه این خودش یه نکته خیلی مهمیه و حالا حتما توی این برنامه این رو پوشش خواهیم داد. خیلی وقت هم هستش که خیلی چیزهای دیگه ای رو ما با هوش مصنوعی اشتباه میگیریم. مثلا سرچ انجین یا این موتورهای جستجوگر، خب اینا هم الان خیلی هوشمند کار میکنن ولی لزوما هوش مصنوعی نیستن. اینا رو یه سری چیزهایی که باید بهتر به فرقش متوجه باشیم. و حالا اینکه اصلا چه کارهایی میشه کرد تو زمینه هوش مصنوعی، چون یک کار نیست، یک تخصص نیست، یه نفر توی زمینه هوش مصنوعی همه چی و همه کار رو نمیدونه. تلفیقی از یه سری مهارت و تکنولوژی که با هم دیگه این رو تشکیل میده که حالا این برنامه حتما پوشش میده. امروز احتمالاً فقط بتونیم به قول معروف یه ناخونکی بزنیم به این موضوع، چون بسیار گسترده است. خیلی. بعد ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم. بذار پس از فرصت استفاده کنیم، من حسین عزیز رو بیارم روی خط. اگر من آخر سر یاد گرفتم من حسین جان، شما من براتون این وایت رو فرستادم، اینویتیشن رو، اگر روش بزنین. حسین هم جز دوستانی هستش که اصلا اینستاگرام نداشت و ازش خواهش کردیم که به خاطر این برنامه اکانت اینستاگرام درست کنه و الان برات فرستادم. اگر که ببینی روش بزنی میتونی با ما ملحق بشی. کوزگر از کوز شکست آب میخوره، قضیه امثال آقای حسین هم که دارن تکنولوژی رو در واقع خودشون کار میکنن، ولی آره با خیلی از این ابزارا من خودم هم جزو همینا بودم. من همین هنوزم با اینستاگرام، من فقط در حد همین که ببینم یه ریکوست تو جوین کلیک کنم روش بیاد، یه ذره اینور اونور شه، نمیدونم با چی کار کنم. آره سوشال میدیا رو باید حسابش رو به نظرم از بقیه چیزای ذره جدا کنیم، چون خیلی ها اصلا علاقه ندارن وارد فضای سوشال میدیا بشن. داستان علاقهش به جای خودش اصلا وقتش نیست. یعنی واقعا وقتی وارد یکی از اینا میشی انگار مثل تله میمونه، گیر میکنی مثل باتلاق، هرچی دست و پا میزنی بیشتر هم فرو میدی. خب من فرستادم برای حسین. میزنی که آنه تو جای شاید باید یه بار قطع کنی حسین جان، دوباره وسشی
یه وقت اینجوری میشه. من الان فرصت استفاده کنم یه صحبتی رو که میخواستم راجع به همین قضیه هوش مصنوعی بکنم. جالبه که ما سالها توی رشته در واقع توی فیلد آیتی یه جوری بود که مثلا میگفتن شما اگر بری فوق لیسانس بگیری یا دکترا بگیری به اصطلاح اینجایی ها اوور کوالیفاید میشی، یعنی بیشتر از اون چیزی که لازمه می، و طرف میرفت یه زبون برنامه نویسی یاد میگرفت و دوره کالجی میدید و خیلی هم موفق بودن تو زمینه آیتی. جالبه که از وقتی که این مبحث در واقع ای آی و دیتا ساینس در واقع که حالا یه در واقع نمیشه گفت بخشی از ای آی ولی بخش تکمیلی از در واقع آرتفیشال اینتلیجنس و ای آی هست، از وقتی که این به قول معروف روند بازار شده و مطلب روز شده، وقتی که به جاب پوستینگ ها نگاه میکنی میبینی اکثرا دنبال در واقع فارغ التحصیل های دوره فوق لیسانس و دکترا میگردن تو زمینه ریاضی، همین مثلا کامپیوتر دیتا ساینس الان خودش یه دوره فوق لیسانس شده تو خیلی از دانشگاه ها، و جالبه که دوباره داریم برمیگردیم به اون در واقع دوره ای که واقعا تخصص های بالا و تحصیلات عالی لازمه برای اینکه این کار انجام بشه. مثلا اینا احساس کردی توی جاب پوستینگ و اینا مثلا نگاه میکنی میبینیش که مثلا خیلی متداول شده که مثلا دنبال پی اچ دی و در واقع مستر دیگری میگردن توی کارهایی که مربوط به ای آی و دیتا ساینسه، و این به نظر من یه تغییر عمده ایه. بسید من بسید حرف تو حسین جان، من اینویتیشن رو دارم میفرستم، اون پایین صفحه احتمالا باید یه پیامی بیاد که نوشته باشه جوین کنیم به لایف، اونو باید اکسپت کنیم چون حسین توی لایف هستش. ریکوست تو جوین بکنم. ریکوست تو جوین اگر همون لحظه که میاد نزنی روش میره و دیگه نمیدونم چه جوری میشه، دوباره مثل باید هی باید ریکوست بفرستی. حالا الان میگه مشکل تکنیکال داره، الان رفت میشه. چند روز پیش ما یه کاری رو انجام میدادیم، در واقع یه به اصطلاح اینجا یه استیتمنت اف ورکی رو باید درست میکردیم برای مثلا یک پوزیشنی که میخواستن در واقع کانترکتوری رو استخدام بکنن، و من رفتم مثلا اون شغل رو زدم توی چت جی پی تی، گفتم مثلا من استیتمنت اف ورک مثلا بده بهم، بعد استیتمنت ورک اومد و بعدم نبود، یه چیزی به قول من تمپلیتی به هم داد. بعد با اون همکارمون که مسئول در واقع وقت کار ای آی محل کارمونه با اون صحبت میکردم، بعد دیدم اون یه استیتمنت آف ورک نوشته، اصلا یه چیز مثلا طویل و فصیلی، اصلا گفتم چجوری باید آره چت جی پی تی 4 داشته نه انگلیسیش هم چیز نیست، انگلیسیش هم مثلا چی میگن نیتیو سپیکر هم نیست که بگم مثلا حالا مثلا انگلیسیش از من بهتره، انگلیسی از منم بدتره. بعد گفتم این از کجا این آرته، بعد رفتم بهش گفتم چیزی که هاره مثلا فرستادم برو نگاه کنه، بعد رفتم نگاه کردم دیدم که فقط یه صفحه و نیم خب توضیح این پرامپت بوده، این برای چیزی که هست به نام پرامپت انجینیرینگ، یه فرانتی مثلا چیز کرده بود که اصلا به چت جی پی تی بگه که چی و چجوری واسه من برگردونه. پرامپت خیلی مهمه. آره. من یه یوتیوب میدیدم که اصلا نحوه نوشتن پرامپت، آره، اگر درست نوشته باشی جواب بسیار خوبی بهت میده و خیلی دقیق. آره. وگرنه کاری که میکنه اگه فقط بنویسی میره از تمام قبلیایی که نوشتی از اونا اطلاعات میگیره میاره، بعد یهو یه چیز در و داغونی میشه. در واقع همون تفاوت سرچ انجینه و ای آی. شما وقتی فقط یه سوال تو چت جی پی تی بزنی عملا داری ازش به عنوان سرچ انجین استفاده میکنی، چون میره یه چیزی پیدا میکنه میاره میده، حالا یه ذره فرمتش میکنه، ولی وقتی اون در واقع نگاه کردم اون حالا بعد تغییر داد اون پرامپتش مطابق مثلا اون کاری که من مثلا اون دنبال یه ریسورس ای آی میگشت مال من فرق میکرد، اصلا زمین تا آسمون فرق کرد.
یعنی اصلا نحوه استفادهش هم یه تخصص خاص خودش رو بخواد. بذار ببینیم الان فکر کنم حسین جان مشکل زیادی دارن نمیتونن بچه‌ها تا ببینیم که چیکار میشه کرد. یه نکته جالبی هم که حالا شاید بتونیم راجع به صحبت کنیم اینه که چه مدل شرکت هایی اصلا پوزیشنی برای ماشین لرنینگ و ای آی دارن، چون مثلا شرکت ما من هرچی میبینم مثلا همچین چیزی نداره با اینکه خیلی هم آی تی کار میکنه. به حسین جان به اومد دیگه. درست شد. سلام، سلام به حسین جان عزیز. آقا سلام عرض شد، خیلی مخلصم، من خواهش اصحایی میکنم میکنم. انقدر این تکنیکال مشکلات تکنیکی هستش. ما فرصت استفاده کردیم، پامونو کردیم تو کفش شما، شروع کردیم راجع به ای آی صحبت کردیم. اختیار داریم. من خیلی اول خوشبختم از آشنایی با کامیار عزیز، با اینکه سالهاست من اتاق هستم ولی متاسفانه فرصت دست ندادی که از نزدیک هم دیگر ببینیم. بازم خیلی عذرخواهی میکنم بابت اینکه دیر شد. کاوه جان من سعی میکردم روی آره متوجه شدم دسک روی لپتاپ داشتم سعی میکردم وصلشم، من چون تا حالا این کار نکرده بودم. اینم میتونی الان توی رزومه اضافه کنی که نحوه وصل شدن به لایو اینستاگرام. بسیار عالی. خب مرسی که وقت گذاشتی حسین جان، مرسی که اومدی و من همیشه از دوستان تشکر میکنم روز تعطیل این وقت در اختیار ما قرار میدن. اگه بخوایم بریم سریع وارد صحبت ها بشیم، روال برنامه به این صورته که همیشه مهمانی که داریم خودشو معرفی کنه و بگه که چی خوندن، چی کار میکنن، چی کار کردن، سوابقشون چیه، بعد دیگه بریم وارد مبحث اصلیمون بشیم. مخلصم از کنم که اول خیلی متشکرم از فرصتی که من دادید و همینطور خیلی از شما کاوه جان و پند سپاسگزارم به خاطر برنامه های مثال زدنیتون در توانمندسازی و پشتیبانی از ایرانیان و فارسی زبانان و تاوا به خصوصا تازه واردان. عرض می شود که من ایران لیسانس مهندسی برق خوندم، مدتی در زمینه یادگیری ماشین تو حوزه امنیت اطلاعات و امنیت شبکه در ایران کار کردم، مجموعه آپای دانشگاه صنعتی اصفهان زیر مجموعه مرکز تحقیقات مخابرات ایران هست. ابتدای 2013 اومدم کانادا و فوق لیسانس مهندسی برق خوندم. سال 2016 با شرکت سیسکو سیستمز شروع به همکاری کردم، ابتدا به عنوان بیگ دیتا انالیتیکس کانسالتنت یا مشاور تحلیل کلان داده، بعد به عنوان سینیور ماشین لرنینگ سافتویر انجینیر یعنی مهندس ارشد نرم افزار یادگیری ماشین، و بعد به عنوان ماشین لرنینگ تکنیکال لیدر راهبر فنی یادگیری ماشین. عنوانا رو گفتم چون دونستن مسیر شغلی شاید برای دوستان مخاطب مفید باشه. کارم هم عمدتا توسعه و راهبری تولینگ مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بخصوص هوش مصنوعی مولد جن ای آی، حالا شاید در مورد صحبت میکنیم، برای تیم های کور انجینیرینگ، سپلای چین، تکنیکال اسیستنس سنتر و کاستوم اکسپیرینس سیسکو بوده. حدود یک سال هم هست که شرکت خودم رو تأسیس کردم در حوزه فینتک و کوانتیتیو فایننس. خب پس با یک تجربه و سابقه بسیار خوب امیدوارم که امروز بتونیم اینو تا حد امکان این تجربه شما رو به دوستان منتقل بکنیم، ولی بعید میدونم که بشه همه چی رو پوشش داد. از همین الان اول برنامه قول بگیریم که اگر زمان کم اومد یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم و ادامه مطالب رو بریم جلو. من داشتم فکر میکردم اگر این تخصصایی که داشت اشاره کردم بهش رو راجبش فقط صحبت کنیم فکر کنم برنامه تموم بشه. آره کلماتی رو که استفاده کردی رو هر کدوم بخوای توضیح بدی فکر کنم برنامه امروز تموم بشه. خب آره حالا کاوه جان لطف کردن برای من یه دقیقت قالبی از نوع مطالبی که برنامه خیلی خوب پندوگر معمولا استفاده میکنم فرستاد. من بر اساس همون سعی کردم که یه خود دقیقت مطالب و مرتب بکنم. آره بسیار عالی. ما اصولمون همونیه که با هم صحبت کردیم، یعنی میخوایم به دوستانی که داخل ایرانن این اطلاعات رو بدیم که چطور
این زمینه کاری براشون فراهم هست، چطور میتونن واردش بشن و افرادی که اینجا هستن چه چیزهایی میتونن داشته باشن. میخوای از معرفی شروع کنیم که اصلا این رشته ها چی هست هر کدوم؟ الان ماشین لرنینگ اشاره کردیم، AI اشاره کردیم، بگیم این رشته ها چیه، بعد زیر مجموعه هاشون کدومه، زمینه های کاری که تو این هست چجوریه، بعد بریم به این برسیم که اگر کسی مثلا تو این زمینه داره کار میکنه، چه تو ایران چه این حالا اینجا کنن، چه تو ایران داره کار میکنه، چطور میتونه یه دورنمایی داشته باشه که توی کانادا هم همون کار ادامه بده، و بعد بقیه سوالاتی که حالا احتمالا در طول برنامه خواهیم داشت. حتما حتما کامو جان. والا هوش مصنوعی همونجوری که شما بهتر میدونین یه موضوع بین رشته‌ایه، اما میشه گفت که مجموعاً یه زیرشاخه ریاضیات کاربردی، خصوصا تئوری کنترل، کنترل تئوری و دیسیژن و پروبابیلیتی تئوری هست. هدفش هم خیلی کلی توسعه سیستمایی که قادر به انجام کارهایی باشن که معمولا هوش انسانی میتونه انجام بده، شامل پترن ریکوگنیشن، شناخت الگو، درک زبان طبیعی NLP، تصمیم سازی و به طور کلی حل مسئله. ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین، معمولا همونش که میدونین یه زیر مجموعه از هوش مصنوعی قلم دادش میکنن که شامل آموزش الگوریتما روی داده است، طوری که اون مدل حاصل بدون که به صورت صریح برنامه نویسی شده باشه یاد بگیره و بتونه پیش بینی کنه. حالا این داده ما ممکنه که داری سری زمانی باشه یا کراس فانکشنال، ببخشید کراس سکشنال باشه، یعنی داده ای که به جای اینکه در طی زمان جمع شده باشه توی نقطه خاص از زمان جمع آوری کنیم. این نوع حساب کلاس ماشین لرنینگ و مسئله ماشین لرنینگ رو تغییر میده. بعد الگوریتممون میتونه ساده شبیه یه رگرسیون خطی یا دیسیژن تری باشه تا روش های انسامبل تا شبکه عصبی عمیق با معماری های مختلف، و به هر حال درجه نظارت اون پروسه آموزش هم میتونه متفاوت باشه، از نظارت شده کامل فولی سوپروایز تا سمای سوپروایز تا سلف سوپروایز و آن سوپروایز. یه دونه اینفوگرافیک خیلی مفیده مال گلاسینگ ای آی من خواستم براتون بفرستمش، اگه که بتونین اینو دقیقت اجازه بدین من بفرستم واسه شما، اینو اگه بتونین با ریل لایک نمیتونیم چیزی رو شیر کنیم نشون بدیم. آره نه، ولی بعدا میتونیم توی ویدیو بذاریم توی اسلاید اضافه کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. یه اینفوگرافیک خیلی مفیده. آره من چون در حقیقت اومده بود اینا رو بررسی کرده بود توی در حقیقت چیز دایره‌ای گذاشته بود، این در حقیقت به نظرم رسید که خوبه. و بعد اونجا تو اون اینفوگرافی سمت راست اومده و الگوریتم‌های یادگیری ماشین و کلاسیکالشون رو در حقیقت گذشته، و سمت چپش اومده و معماری های شبکه عصبی عمیق رو نشون داده. به طور خاص امروز وقتی از هوش مصنوعی، همونجوری که شما ابتدا صحبت میکردید با کامیار جان، امروز وقتی که از هوش مصنوعی و خصوصا هوش مصنوعی مولد یعنی جنراتیو ای آی یا جنایا صحبت میکنم، معمولا منظورشون مدل های زبانی بزرگ یا به طور کلی مدل های پایه چند وجهی بزرگ، یعنی چی میگیم بهش، مالتی مودال فاندیشن مدل مبتنی بر این معماری شبکه عصبی عمیق هست. سوالی میخواستم بکنم که شاید یه مقدارم جهت بده به صحبتمون. وقتی صحبت از جنراتیو ای آی میشه، خب برای خیلی ها که مثلا حالا خیلی شاید با این مبحث آشنایی ندارن، این سوال پیش میاد که آیا نوع دیگری از ای آی هم وجود داره که حالا این جنراتیو ای آی مثلا یه خوشاخه دیگه شه، یا اصلا ای آی همون جنراتیو ای آی؟ این رو اگه یه توضیح در موردش بدید ممنون میشم. حتما حتما، بالا دقیقا همونطوری که گفتین، دقیقا خیلی از الگوریتم های یادگیری ماشین که برای اپلیکیشن های هوش مصنوعی به کار گرفته میشه لزوماً جنراتیو نیستن، یعنی تولید متن و یا عرض کنم که یک محتوای غیر متنی نمیکنن. معلوم به طور خاص مثلا معماری مدل های مولد متن، یعنی متن به متن، عموماً
ترانسفورمرن و مثلا معماری مدلای دیفیوژن، یعنی مدلای در حقیقت مولد تصویر یا مولد صوت یا مولد ویدئو، اونا معمولا ترکیب معماریای ترانسفورمر و کانولوشنال نورال نت ها هستن که پیش از در حقیقت معماری ترانسفورمر معرفی شده بودن ترانسفورمر، و در حقیقت یه سری مدلای پایه معماری مبتنی بر فضای حالت هم هستن که اینا در حقیقت برای مدل کردن داده های سری زمانی بهتر هستن. ولی به طور کلی کل در حقیقت اپلیکیشن های دیگه در حقیقت آرتفیشال اینتلیجنس اینا غیر جنراتیو هستن، میدونید، یعنی لزوما پولوژی ندارن، تولید مت یا تولید دیدنی. نه حالا آره خروجی، نه حالا خروجی که لزوما به حساب چرا، میتونم مثلا میتونه در حقیقت یک کلاس باشه، میتونه در حقیقت یک به حساب تو مسائل رگرسیون مثلا یک در حقیقت عدد باشه، ولی اینکه محتوایی که مستقیما بخواد استفاده بشه توسط مثلا، یعنی دیکود بشه و مستقیما توسط کاربر استفاده بشه، آره این در حقیقت اینا مدل های جنراتیو مثلا میشه اینجوری نهی که مستقیم که غیر جنراتیو ای آی ها چیزایی هستن که یه کاری رو اون پشت انجام میدن، یه تأثیری رو میذارن، یه تصمیمی رو میتونی باش بگیری، ولی لزوماً به شما چیز ملموسی به صورت صوت، تصویر یا متن در واقع نمیدن. یه تصمیم یه شما میگی من میخوام این کارو بکنم، این AI میره واسه شما اطلاعات رو بررسی میکنه، میگه این کارو بکن یا نکن، ولی این که بشینه واسه شما دستورالعمل توضیح به قولن رو تولید کنه که حالا این کارو اینجوری کن، اینجوری کن، بعد این کارو بکن، بعد مثل همین مثلا کانسپت مثلا چت جی پی تی مانندی، این در واقع حالت جنراتیو داره، درسته؟ دقیقاً همینطوره. و البته در واقع خروجی تمام مدلای به حساب ریاضی عددیه دیگه، خروج همش عددیه، و در حقیقت ما بعد در حقیقت دیکودر داریم که میاد و یا به حساب مدل امبدینگ مدل داریم که در حقیقت با دیکودرش ما میایم و دوباره از فضای نیک تبدیلش میکنیم به فضای، فرض بکنید که متنی یا فضای تصویری یا همچین جوری. ولی معمولا فکر میکنم مدلایی که خروجیش به طور خاص، یعنی مت به مت هستن یا مت به تصویر یا در حقیقت مت و تصویر به تصویر، مت و تصویر به ویدیو، مدلای اینجوری رو در حقیقت میگیم مدلای جنراتیو. البته اصطلاح چون خیلی صحبت خوبی کامر جان گفتن، اصطلاح کلا هوش مصنوعی مولد خیلی جدید نیست و اصولا همون دهه 1950 و ابتدای پژوهش‌های هوش مصنوعی به طور خاص فکر میکنم که زمانی که مدل‌ها عمومیت پیدا کرد اولین بار سال 2014 بود که در حقیقت اون شبکه‌های متخاصم مولد جنراتیو ادورسریال نتورکس در حقیقت معرفی شدن و در حقیقت ما بیایم دو تا شبکه عصبی رو در حقیقت به عنوان یک شبکه عصبی که در حقیقت دیسکریمینیتور باشه و یک شبکه عصبی که فکر میکنم که اصلاحش یادم نیست که داشتی میگفتیم، ولی دو تا شبکه عصبی رو بیاریم در حقیقت به عنوان رقیب با همدیگه آموزش بدیم. و خب این ایدهش ابتدا سال 2014 وقتی مطرح شد که اتفاقا توسط لبه یه لبی هم تو دانشگاه مونترال بود، لبه های بنجو، این در حقیقت دوباره بحث مدل های جنراتیو مومیت داد. و بعدش هم دیگه از سال 2018 فکر میکنم بود که انتشار اولین جی بی تی وان توسط اوپن ای آی بود و همینجور ادامه پیدا کرد تا سال انتهای سال 2022 که به جی پی تی 3.5 یا با عنوان تجاری چت جی پی تی رو که اوپن ای آی
منتشر کرد دیگه این بحث جنراتیو ای آی خیلی عمومیت پیدا کرد. یه سوالی که مطرحه همیشه، مثلا من حالا خودم با اینکه مستقیما حالا تو ای آی کار نمیکنم، ولی فیلد کاریم یه جوریه که با ای آی خیلی به اصطلاح عجینه و در کنار کار ما خیلی استفاده میشه تو زمینه ی دیتا. خیلی از دوستان مثلا میان صحبت میکنم، میگه مثلا من رشتم ریاضیه، یکی میاد میگه من فیزیک خوندم، یکی میگه مثلا من کامپیوتر ساینس خوندم، و سوال میکنن حالا ما اگه بخوایم وارد ای آی بشیم مثلا کجا باید بریم، چه کاری رو بکنیم؟ با قول خودمونی گفتنین، نون تو کدوم قسمت ای آی، با قول معروف. و این خب یه سوالیه که فکر میکنم برای خیلی از دوستانی که حالا میخوان وارد ای آی بشن مطرح میشه، که اصلا چه انتخاب هایی دارن توی در واقع فیلد ای آی، و واسه رسیدن به هر کدوم از این انتخاب ها چه پیش زمینه در واقع علمی و در واقع فنی رو باید داشته باشن و چه مسیری رو باید طی بکنن. اگه در این زمینه اگر صحبت بکنیم خیلی ممنون میشه. حتما. والا در حقیقت من میخواستم که از همین با این مقدمه در مورد جنراتیو ای آی وارد در حقیقت همون فیلد به حساب فرصت‌های کاریش بشم، چون در حقیقت از زمان در حقیقت عمومیت پیدا کردن این مدل‌های جنراتیو و به طور خاص از آخر سال 2022 که در حقیقت نشون داده شد که این مدل‌های مثل در حقیقت چت جی پی تی که اون موقع متن به متن بود، چقدر میتونن در تولید متن، کد، تصویر و سایر محتوای خیلی با کیفیت بالا مؤثر باشن، در حقیقت اگر نه همه شرکت های های تک، حداقل یه شمار زیادیشون اومدن و این بحث کورس مستر مولد تو برنامه راهبردیشون گذاشتن و متناسب با اون خیلی فرصت های شغلی بیشتری تعریف کردن و به قول معروف رکای استخدامی مختلفی باز کردن. طبعاً حوزه کاربرد یادگیری ماشین و مصنوعی، خصوصا هوش مصنوعی مولد، بخش های مختلف همونجوری که گفتین در بر میگیره، بخش مختلف صنعت و اقتصاد، تنوع کاربرد هم زیاده، از سیستم های در حقیقت ریکامندیشن گرفته که مثلا تو آنلاین ریتیل سرویس های استریمینگ اشتراکی مثل سپاتیفای نتفلیکس استفاده میشه، تا کشف در حقیقت تقلب، فراد دیتکشن تو بانک ها، تا تحلیل بازارهای مالی و بحث کوانت فایننس و چیزهای دیگه. من میخواستم اول در مورد در حقیقت پیش نیازهای ورود به در حقیقت حوزه هوش مصنوعی یادگیری ماشین کانادا به عنوان مثلا پیش نیازهای دورهای آموزشی اول اشاره بکنم، بعد برم سراغ فرصتهای شغلیش. نمیدونم به نظرم از کدوم شروع بکنیم بهتره؟ هر دو عالیه، میتونیم شروع هر دو رو پوشش بدیم دیگه، از هر کدوم که راحت ترین شروع کنیم. آره بسیار خوب. ولی من یادم این که زمان دانشجو ما توی لیسانس ایران در حقیقت این کاربردهای پردازش زبان طبیعی خیلی تازه متداول شده بود، و یادم هست که مثلا که از استاد ما به تازگی برگشته بود درس دیتا ماینینگ ارائه میکرد، همینجور مثلا شبکه‌های عصبی اون زمان، البته همچنان میگم تئوری artificial neural network ها مربوط به کام 1943 هستش، ولی دیپ لرنینگ و معماری جدید شبکه عصبی عمیق خیلی جدیده، در حقیقت مربوط به همین 2012 به بعد دیگه. و اون موقع خب، ولی شبکه عصبی زیر مجموعه دروس برق گرایش کنترل ارائه میشد، و یه درس هم من یادم به عنوان هوش مصنوعی داشت کامپیوتر ارائه میکرد که بیشتر رابطه سیستم های خبره بود، اکسپرت سیستم، و درس های تو حوزه استاتیکال سیگنال پروسسینگ، پترن ریکگنیشن، اینا هم ارائه میشد که زیربنای همین بحث های ماشین لرنینگ. الان فکر کنم بعد از شاید 15 سال یا بیشتر از اون زمان، حتما خیلی روز آمد شده، چون خیلی این حوزه هم تغییر کرده مثل بقیه حوزه کامپیوتر، حالا شاید این وضع به سرعت تغییرش بیشتر هم بوده، و حتما دروس تخصصی تر اضافه شده، به علاوه یک حجم خیلی نامتناوبی از محتوای آموزشی خیلی خوب رایگان آنلاین وجود داره، همینطور به زبان فارسی،
که فقط یادگیری رو منوط به نظرم به کنجکاوی و ممارست کرده. یعنی از نظر به نظرم از نظر محتوای تحصیلی که در ایران ما بهش دسترسی داریم، فکر میکنم که در کسی که ایران دستات انجام میده مشکلی بلازه در پیش نیازهای ورود بازار کار و حوزه هوش مصنوعی لزوما نداشته باشه. دانشگاه کانادا هم در حقیقت برنامه تحصیل خوبی تو همین زمینه دارن و در حقیقت کانادا تو این مورد نسبتاً پیشگام بوده. از سه تا دریافت کننده جایزه تورین سال 2018 که به خاطر همین کارشون تو حوزه به طور خاص یادگیری عمیق بود، یعنی جفری هینتون، یاشوا بنجو و یان لیکان که بعضی بهشون میگن در حقیقت از پدرخوانده های هوش مصنوعی، دو نفرشون دانشگاه کانادا هستن، یعنی جفری هینتون که دانشگاه تورنتو هست، البته که الان استاد بازنشسته است، و چه افرادی مثل الیا ساسکووا یا اندره کارپاتی که دو نفر از بنیانگذاران اوپنای هستن، همونجور که میدونین دانشگاه هینتون بودن دانشگاه تورنتو، و مقاله خیلی مهم الکس نت که اولین بار سال 2012 عمل کرده خیلی خوب این شبکه‌های عصبی کامبولوشنال عمیق رو نشون داد و یه دقیقه رنسانسی بود برای شبکه عصبی و یادگیری عمیق و استفاده از جی پی یو واسه آموزش این شبکه عصبی عمیق، این دقیقه همین آزمایشگاه جفری هینتون بودش که منتشر کرد و فکر کنم تقریبا 160 هزار بار سایت شده، خیلی مقاله دقیقه سمینال و مهمی بودش. از اون طرف یاشو بنجو هم که گفتم استاد دانشگاه مونترال، و هم مقاله جنراتیو ادورسریال نتورکس سال 2014 از آزمایشگاه همون یاشو بنجو بود. به نظرم بیشتر دپارتمان های مهندسی برق و کامپیوتر، علوم کامپیوتر، حتی دپارتمان های ریاضی الان برنامه های چه کارشناسی چه تصویر تکمیلی متمرکز بر هوش مصنوعی دارن، همینجور دورهای مختلف کالج هست. منتها در مورد اون صحبت کامیار عزیز در مورد در حقیقت نیاز به مدرک توی حوزه، به نظرم بجز عناوینی که مستقیما مثلا AI ML Research Scientist نیاز دارن، برای ورود به بازار کار لزوما به مدرکی خصوصا من که حتما اون مدرک عنوان هوش مصنوعی یادگیری ماشین داشته باشه یا چیزی شبیه بین نیست. یعنی کسایی که معمولا مهندسی خونده باشن، ریاضی یا ریاضی یا فیزیک، و برنامه سازی حداقل به یک زبان، حالا ترجمه پایتون بلد باشن، به نظر میتونن وارد حوزه بشن، منوط به این که تجربه قبلی کاری داشته باشن البته، یا اگر ندارن برای خودشون تجربه کاری درست کنن، یعنی نمونه کار پورتفولیو از پروژه شخصی یا داوطلبانه درست کنن. این به نظرم خیلی مهمه، یعنی اگر تجربه کار در این زمینه اینجا یا ایران ندارن، حتما ساختن پورتفولیو، انجام پروژه، گذاشتنش روی گیت هاب یا سکه های مشابه خیلی مفیده و خیلی مهمه. در حقیقت به نظرم مثلا وقتی افراد تجربه کار مشابه ندارن، مدرک دانشگاه میگیرن که در حقیقت یک بهانه باشه که بسازن و در حقیقت یک پروژه انجام بدن، و به نظرم کارفرما معمولا به مدرک اونقدر اهمیت نمیده. حالا همجوری که گفتیم توی حوزه تو رشته‌ای که یعنی تو در حقیقت نقشایی که یه خود پژوهش داره حتما به مدرک هم اهمیت میدن، ولی به جز اون من خودم به عنوان کسی که بارها مسابقه کننده فنی بودم عرض میکنم که بیشتر به نمونه کار و عملکرد فرد تو مسابقه فنی توجه میکنه کار فرد، و البته افراد زیادی هم دیدم که اینجا با عنوان دیتا ساینس یا آرتفیشل اینتلیجنس یا ماشین لرنینگ درس نخوندن اما ML پرکتیشنر هستن، کار هنزان و عملی انجام دادن و بسیار موفقن. یعنی به نظرم اساسا کسی ریاضیاتش خوب باشه و مهارت‌های برنامه‌سازی هم داشته باشه، واسه امکان ورود به این حوزه کاری هیچ مشکلی نداره. البته میگم بعد اون تجربه کاری رو اگر نداره به خود برای خود درست کنه، ولی به نظرم
به نظرم از این جهت این در حقیقت بلاز خوندن رشته دانشگاهی این به نظرم چیز مهمیه که در نظر بگیرن. جالب شد این موضوعی که گفتیم پایتون. اتفاقا میخواستم تاکید کنم که ما تو خود مؤسسه پند یه سری کلاس های پایتون برگزار کردیم و یه دوره دیگه هم به زودی برگزار خواهد شد. اگر دوستانی علاقه مندن میتونن بیان و به عنوان زیربنای کاری ازش استفاده کنن. این ضرورت پورتفولیو هم خیلی خوب شد که اشاره کردین که حتی اگر جایی کار نکردن خودشون هم کار داوطلبانه انجام بدن و اونو به عنوان پروژه بذارن باز کمک میکنه. پس عالی، خیلی خیلی مهم همینطوری که میگین. بله، حالا در مورد فرصت‌های شغلی میخوام من خیلی کوتاه عرض کنم. به نظرم تصور عمومی اینه که کار عمده‌ای که یه ماشین لرنینگ انجینیر یا ماشین لرنینگ پرکتیشنر انجام میده در حقیقت توسعه و پیاده سازی مدل‌های یادگیری ماشینه، که البته به نظرم تصور اشتباهی نیست، ولی عنوان ماشین لرنینگ انجینیر میتونه از یه شرکت به شرکت دیگه و حتی از یه تیم به یه تیم دیگه توی همون شرکت خیلی خیلی در حقیقت متفاوت باشه و خیلی در حقیقت وظایف روزانه متفاوتی رو شامل بشه. خیلی وقتا همونجوری که گفتیم وقتی افراد میخوان مسیر شغلش رو عوض کنن، مثلا میخوان از چون مهندس یا توسعه دهنده نرم افزار وارد مثلا یه شغلی تو حوزه همین جنریتیو ای آی بشن یا ماشین لرنینگ به طور عمومی، اولین سوالی که در حقیقت میپرسن همینه که چه دورایی بگذرونن و شبیه به این که البته به نظرم سوال خیلی خوبیه، اما به نظرم سوال مهمتر اینه که اون دی تو دی و اون کارهای روزمره اون نقشی که میخوایم واردش بشیم چیه و اونو باش آشنا بشیم. میدونین چون خیلی از به نظرم با یه عنوان از یه شرکت به شرکت متفاوت باشه و اینکه هم دی تو دی اون نقشی که میخوایم واردش بشیم و اینکه هم عملکرد اون نقش مثلا تو اون شرکت مورد نظر چجوری ارزیابی میشه، مثلا بسته به شرکت یا تیم یا مثلا ارگانی که میخواد بهش وصل بشید ممکنه یه جا به تعداد مدلایی که شما تو پروداکشن قرار میدید اهمیت بدن، یه جا خصوصا مثلا به انتشار مقاله یا پتنت یا مشابه اهمیت بدن. در مورد دی تو دی مثلا یه ماشین لرنینگ پرکتیشنر توی شرکت بزرگ، یکی از شرکت های مثلا تک جاینت ها، احتمالاً هیچ وقت نیاز نیست یه مدل از صفر آموزش بده چون مدلاشون کاملا در حقیقت بالغن و بیشتر مثلا تو این شرکت های ماشین لرنینگ انجینیر یا پرکتیشنر در حقیقت کانفیگ انجینیره که بتونه سیو بذاریم، یه مهندس پیکربنده، یعنی بعد بدونه که چه اکسپریمنت هایی با چه هایپرفارمر رو اجرا بکنه، بعد چه جوری نتایجش رو ارزیابی بکنه، یا احیانا چه جوری هزینه و یا تاخیر مثلا مدل سروینگ رو تو پروداکشن پایین بیاره. در حالی که همین مثلا با همین عنوان ماشین لرنینگ انجینیر یه نفر توی شرکت کوچیک‌تر احتمال داره لازم باشه نه فقط مدل رو از صفر آموزش بده بلکه کل چرخه اون محصول دادم اشراف داشته باشه بهش، اینکه داده کافی داره یا نداره، بنزه کافی، کیفیت داده خوبه، تولینگ مناسب برای دیتا ابزرویبیلیتی یا مثلا مدل ابزرویبیلیتی و ارزیابی مدل تو پروداکشن داره یا نداره و چیزهای شبیه به این. و حتی ممکنه یه نفر گاهی یک مثلا ماشین لرنینگ انجینیر نیاز باشه که مهارت‌های توسعه دهنده فول استک رو داشته باشه، API طراحی کنه، داشبورد بسازه، که البته خیلی با توجه به قابلیت‌های این در حقیقت تولید کد این مدل‌های زبانی و ابزارهای کدینگ کوپایلوت ها خیلی این البته آسون شده، یعنی برنامه‌ساز عمومی خیلی خیلی نسبت به گذشته آسون شده. به همین خاطر به نظرم کلا دی تو دی اون شغل خیلی مهمتر از اینه که از اول مثلا ما برای شغلی بریم و مثلا بخوایم مهارت‌های خاصی چیز بکنیم، ببینیم در حقیقت چه این شرکت اون تیم دی تو دیش چجوری هستش. و این هم میتونیم از توضیح جاب پستینگ اینو بخونیم، به نظر میتونیم از توضیح جاب پستینگ اینو بخونیم، یا دقیق نوشته شده باشه البته و یه قالب عام نباشه، یا اگه ممکنه از کسی بپرسیم که تو اون نقش تو اون شرکت تو اون تیم کار میکنه، حالا اگه نشد از ریکروترش بپرسیم و بعد متناسب با اون میتونیم نیازهای مهارت‌های در حقیقت مورد نیاز
یاد بگیریم و من یه مرتبط سوالی انجام که بدیم الان و ممکنه پورتفولیو مطرح بسازیم. بشه و حالا فقط تو ذهن من این ایجاد شده، فرمودید من مثلا وقتی توی بفرمایید. فیلد کاری خودم نگاه میکنم میبینم یه سری در واقع پوزیشنای تعیین شده و متمایزی وجود داره. مثلا شما تو زمینه دیتا یکی دیتا آرکیتکت میشه که داره دیزاین میکنه، یکی میشه دیتا انجینیر که داره کد میکنه، و بعد یکی میشه دیتا انالیست که این محصول رو در واقع میتونه درست ازش استفاده بکنه، و هر کدوم از اینا چی میگن مهارت ها و تجارب خاص خودشون رو میخوان. این تمایز در زمینه ای آی وجود داره، و اگر وجود داره مثلا چجوری میشه طبقه بندی و دسته بندیشون کرد؟ خیلی سوال خوبیه کامل جان. والا من اونقدری که نگاه میکنم فرصت های شغلی تو حوزه هوش مصنوعی کمتر از عنوان AI Engineer استفاده میشه. علتش اینه که خیلی عنوان گنگیه و همونجوری که گفتین یه چرخه رو شامل میشه. حالا عنوانایی که معمولا یادگیری ماشین جزء نقششون در حقیقت هست و میتونه در حقیقت ماشین لرنینگ انجینیر باشه یا ماشین لرنینگ سافت ور انجینیر. خب من تعمدن در حقیقت میخوام که در مورد در حقیقت عنوانایی صحبت کنم که یادگیری ماشین یعنی توسعه و پیاده سازی مدل های یادگیری ماشین معمولا وقتی تو این نقشا تو جاب دیسکریپشنش یه بخشی از در حقیقت وظایف اون نقشه. خب همونجوری که گفتین دیتا انجینیر یا مثلا دیتا یا ماشین لرنینگ یا AI آپس یا مثلا پروداکت دیتا ساینتیست. خب پروداکت دیتا ساینتیست یا دیتا انالیست یا نقشای بیزنس اینتلیجنس، اینا معمولا لزوما توسعه پیاده سازی مدل های ماشین لرنینگ جزء وظایف نقش نیست. خب ولی از اون ور مثلا ماشین لرنینگ سافت ور انجینیر یا ماشین لرنینگ انجینیر یا دیتا ساینتیست به طور عام، خب هم دیتا ساینتیست میگم، گاهی پروداکت دیتا ساینتیست ها معمولا کار بیزنس اینتلیجنس انجام میدن، در حالی که یه دیتا ساینتیست دیگه ممکنه که در واقع توسعه بده مدل های یادگیری ماشینا، یا مثلا بعضی وقتا بر اساس اون در واقع مربوط اون عنوان مربوط به یک در واقع یوز کیس خاص، مثلا کامپیوتر ویژن انجینیر، یعنی اونایی که در واقع مدل های یادگیری ماشین به طور خاص برای کامپیوتر ویژن مثلا چیز میکنه. اینا در حقیقت عنواناییه که معمولا به یادگیری ماشین جزء در حقیقت چیزیشون هست دیگه، جزء در حقیقت وظایف روزانهشون هستش، و البته در حقیقت عنوان مدیریتی هم هست، مثلا ماشین لرنینگ یا پروداکت منیجر. حالا کسی اگر بخواد مسیر فنی اون ترک فنی رو ادامه بده و توش ارتقا پیدا کنه، بعد از اونجا میشه مثلا ماشین لرنینگ استاف انجینیر یا تکنیکال لیدر و بعد پرنسیپال انجینیر و احیانا دیستینگویشت. تو مسیر مدیریتی میشه مثلا AI دایرکتور، AI VP و سی سویت مثلا احیانا، مثلا چیف AI آفیسر، و خب این بستگی در حقیقت به اون چیز شرکت هم داره، ولی معمولا در حقیقت عنوانایی که توشون در قد مستقیما یادگیری ماشین جزئی از وظایف است میگم اینا هستش. و البته اون یه سری شرکت های بزرگتر هم که دپارتمان جدای ریسرچ دارن ممکنه AI ریسرچ ساینتیست در قد به عنوان AI ریسرچ ساینتیست هم در قد جاب اوپنینگ داشته باشن. معمولا همونجوری که گفتم در قد توی این عنوانایی که دیگه گفتیم اینا در قد دیتا انالیست، پروداکت دیتا ساینتیست، دیتا انجینیر، دیتا آپس، اینا معمولا یادگیری ماشین لزوما ممکنه جزء نقش نباشه، هرچند عکسش ممکنه باشه، یعنی یه نفر ممکنه ماشین لرنینگ انجینیر یا پرکتیشنر باشه، یازن باشه که به جز کار مثلا تو توسعه مدل های چیز و خیلی این اتفاق میفته ماشین لرنینگ کار دیتا انجینیر هم انجام بده، کار دیتا انالیست هم انجام بده. یه چیزی که من تو بازار کار میبینم اینه که معمولا این مهارت های جدید هوش مصنوعی مولد تو این یک سال و نیم گذشته تقریبا تو همین نقش های فعلی گنجونده شدن، یعنی حتی گاهیش بعضی شرکت ها هستن که یه عناوین شغلی جدیدی ایجاد میکنن و متناسب با مثلا این جنه آی، ولی این خیلی با دوام نیست، البته به نظرم خیلی هم مهم نیست، یعنی این مجموعه مهارت های مورد نیاز بر اون نقش
که اون بازی حقوق اون نقش رو در حقیقت مشخص میکنه و عموما شرکتاشون توان استخدام همه این عناوین رو ندارن، این در حقیقت مجبورن که ادغام بکنن مثلا مهارت های جدید توی اون نقش های قبلی. مثلا اگه یادتون باشه شاید چند سال پیش ML Ops خیلی عنوان داغی بود و تو جاب پستینگ های زیادی ML Ops انجینیر مثلا وجود داشت، اما انقدر دیگه زیاد نمیبینید. همون عنوان سافر انجینیر یا دیتا انجینیره که حالا رو پلتفرم ماشین لرنینگ هم کار. یه ببخشید میشونی یه جنبندی کنیم که افرادی که تو این زمینه هستن الزاماً نرن سرچ کنن برای مثلا ماشین لرنینگ انجینیر؟ آره حتماً حتماً حتماً. نه یعنی میتونن برن سرچ کنن برای مثلا دیتا انالیست، ولی از همون سابقه خودشون استفاده کنن و این موقعیت کاری رو از دست ندن در واقع، درسته؟ 100%. یعنی من به طور خاص چون امروز شما میدونم که قبلا در مورد به حساب زمینهای دیگه به حساب نقشای تو دیتا ساینس صحبت کردیم، من گفتم به طور خاص به خود روی همین به حساب نقشایی که میگم یادگیری ماشین و به حساب هوش مصنوعی جزء در حقیقت کارهای روزانه اون نقش هست صحبت بکنیم. بله همین که گفتین تمام این نقش ها خیلی با هم در حقیقت قسمت های مختلف شرق هست دیگه. بله. یه آماری من دیروز من خواستم بگم یه آماری من در مورد بازار کار این بحث یادگیری ماشین هوش مصنوعی تو کانال نگاه میکردم، میگفت شرکت های هوش مصنوعی از سال 2015 دو برابر شده و حدود 50,000 تا شغل ایجاد کرده که البته به خودش همونجوری که از اولش در مورد افسانه و واقعیت صحبت کردیم یه خود در حد احتمالا هایپ هم هستش، ولی خب خصوصا میگم عمومیت پیدا کردن اون جنراتیو ای آی از زمان انتشار چت جی پی تی و مدل‌ها و ابزارهای مبتنی بر مدل‌های زمانی بزرگ و مدل‌های پایه‌ای دیگه، این رشد این بازار به حساب هوش مصنوعی رو تسریع کرده و من نگاه میکردم تخمین زده میشه که مارکت سایز جهانی البته نه فقط کانادا تا 2020 مارکت سایز هوش مصنوعی به 1.6 تریلیون دلار میرسه و خیلی ها تخمین میزنن که AI adoption سرعتش میتوان دو برابر سرعت اکشن باشه. زمانی که سرویس های ابری خیلی رایج شد، یعنی با دو برابر سرعت اون بتونه تا 2030 و به همین خاطر به هر حال با وجود اینکه هایپ قطعا هست، با وجود که هنوز همینجوری که اول صحبت اشاره میکردید مدلای فاندیشن مدلا هلوسینیت میکنن، خیلی مشکلات عدیده ای دارن، ولی با این وجود به نظر میرسه که خیلی خیلی تکنولوژیه که احتمالاً متحول کننده ترین تکنولوژی هستش که به هر حال بشر داره میسازه دیگه و از این جهت هم هایپ هست همین که به هر حال یه چیزی که من خودم به در واقع تجربه شخصی خودم، حالا نمیدونم چقدر تا تحقیقات در موردش شده، ولی من مثلا 4-5 سال پیش که این همونجوری که شما میگفتین هم دو 2020 و هولوش 2019-2020 این ایده هوش مصنوعی خیلی به قول معروف داغ شد، خیلی از شرکت ها به اصطلاح خودمون واسه این که از دور عقب نیفتن سریع اومدن رو این در واقع موج حرکت بکنن و واسه همین که اون موقع من یادمه که خیلی از پوزیشنایی که بود بیشتر حالت ریسرچ داشت، چون خیلی از شرکت ها اصلا نمیدونستن AI رو چجوری میخوان توی بیزینس خودشون استفاده بکنن. الان بعد از 4-5 سال هنوز شاید به اون لول سطح مچوریتی و بلوغ نرسیدیم، ولی لاغت تو بخش خصوصی خیلی از شرکت ها تقریبا واسه شون یه مسیری مشخص شده که مثلا ما AI رو میخواییم در زمینه دیتا استفاده کنیم، AI رو در این زمینه میخواییم استفاده کنیم و اینجاست که اون وقت اون موقعیت های شغلی به قول معروف مشخص و تعیین شده پیش میاد که میگه حالا ما یه نفر میخواییم که این کار رو انجام بده، ولی 4-5 سال پیش اصلا هیچ ایده ای نداشتم، یه نفر میخواستن که فقط بیاد بهشون بگه اصلا از AI چجوری باید استفاده بکنن، به چه دردشون میخوره. الان یه مقدار داره این موج ایجاد میشه که یه تعداد از شرکت ها به این نتیجه رسیدن که حالا از AI چه استفاده میخوان. این به نظر شما این
همین حس رو دارید شما یا نه؟ دقیقا همینطوره، همینطوره که میگین، یعنی جنراتیو ای آی خیلی اینو ملموس کرده در حقیقت، همونجوری که گفتین خروجی هوش مصنوعی خیلی ملموس کرده. یه نکته که به نظر میاد در مورد اینه که این از اواخر 2022 به خصوص این در حقیقت عمومیت پیدا کردن جنراتیو ای آی همونجوری که گفتین بعضی از نیازهای شغلی رو هم خیلی متفاوت کرد. البته بعضیشون و بعضی از کارکردهای در حقیقت ماشین لرنینگ پرکتیشنر هم ثابت مونده، ولی به طور خاص به نظرم شرکت هایی که سرویس های مستقیم به مصرف کننده دارن، یعنی بیزنس تو کانسیومر بی تو سی هستن، معمولا طی یک سال گذشته خیلی سعی کردن که جنای های تو محصولات و سرویس هاشون ادغام کنن، مثلا اضافه کردن یک چت بات برای مشتری یا روش های دیگه مانیتایز کردن داده با جنراتیو ای آی. همونجوری گفتم این خیلی در حقیقت واسه این به همین خاطر به هر حال شرکت هایی که میگم بی تو سی هستن از این جهت به طور خاص آدمایی با مهارت های جن ای آی نیاز دارن. از اون طرف به نظرم شرکت های بی تو بی، شرکت بیزنس تو بیزینس، خصوصا اگه سرویس هاشون داده ها یا مثلا فیشر های عددی استفاده بکنن، مثلا تایم سیریز فورکاستینگ انجام بدن یا نیاز داشته باشن که تفسیر پذیر باشه مدلشون، اینا در حقیقت جن ای آی خیلی تو ملزومات سرویس های این شرکت تغییر ایجاد نکرده و معمولا همون مدل ها، همون ابزارهای کلاسیکال ماشین لرنینگ رو استفاده میکنن، مگر اینکه مثلا حالا پروسه داخلی یا تولینگشون رو بخوان بهبود بدن. اما من تو همین مورد میخواستم یه سری مهارت هایی که به نظرم حالا همونجوری که گفتیم خیلی بستگی به دی تو دی کار داره، ولی میگم با توجه به این در حقیقت تغییرات یک سال نیم دو سال گذشته، یه سری مهارت ها به نظرم واسه هموطنان که علاقه مند باشن به نظرم و بخوان تو این حوزه وارد بازار کار بشن، این مهارت ها خیلی خیلی میتونه کمک بکنه که به بازار کار راحت تر وارد بشن. به طور خاص مهارت توسعه در اپلیکیشن های مبتنی بر همین مدل های زبانی هست، حتما ریتریوال آگمنتد جنریشن شنیدین، رگ میگن، که در حقیقت یه جور در حقیقت اینه که پاسخ مدل زبانی که از قبل آموزش داده شده هست و با ادغام با منابع خارجی خیلی دقیق‌تر و دومین اسپسیفیکش بکنیم. بعد در واقع تمام تکنولوژی‌هایی که واسه همین ساختن رگ‌ها نیازه، مثل وکتور دیتابیس‌ها، اینا به نظرم الان خیلی بخصوص میگم برای شرکت‌هایی که خیلی جن ای آی توی نیازمندی‌هاشون تغییر ایجاد کرده، اینا خیلی جذابه. در واقع انواع اقسام پست ترینینگ مدل های زبانی از نمیدونم سوپروایز فاین تیونینگ کردنشون تا مثلا دایرکت پریفرنس اپتیمایزیشن، روش های مختلف ریجکشن سامپلینگ که واسه در روش های مختلف الائنمنت این مدل های زبانی و اینکه بهتر از در واقع دستورالعمل پیروی بکنن هستش، اینا باز به نظرم خیلی مفیده. خیلی سکه های مختلفی این یک سال و نیم توسعه داده شده برای ساخت اپلیکیشن با LLM، از لانگچین، لامو ایندکس تا سکوهای دیگه. این به نظرم امروز اینا خیلی مهارت هایی که خیلی مفیده و برای لزومن برای یه ابزار یا سکو شبیه به این لزومن نیاز نیست حتما یه دوره بزرگ ثبت نام کنن، آشنایی اولیه میتونه همین خوندن یه بلاگ پست باشه، یه تماشای ویدیو با کدش باشه یا یه آشنایی اجمالی باشه، و بعد وقتی که احساس کردن یه ابزار یا فناوری خاص و واسه کار فعلیشون مفیده، برن سراغش و وقت بیشتری بذارن و یادش بگیرن دیگه. باز از جمله همین چیزا دقیقا الان استفاده از LLM به صورت ایجنت خیلی توی بخصوص یک سال گذشته خیلی خیلی زیاد در حقیقت موضوع مورد توجهی بوده، اینکه بتونه به صورت LLM بتونه برنامه‌ریزی کنه، ابزارهای مختلف رو فراخوانی کنه و یه مثلا وظیفه انسریشن در حقیقت باز توسعه داده شده، و یا اینکه به طور خاص این گارد لیل کردن و گراوند کردن پاسخ این LLM هلوسینیت، همونجوری که می‌دونید توهم می‌زنن و چیزای شبیه به این، حتی کار کردن با API های این در حقیقت LLM پرووایدر های خیلی بزرگ، اوپن ای آی، انتروپیک، گوگل و دیگران یا مال متا، در حقیقت
که البته مدل های اوپن سورس هست. اینا خودش به نظر من و هم میتونن به عنوان مثلا سرگرمی کسایی که علاقه داشته باشن مثلا با این ابزارا کار بکنن که یه در حقیقت آشنایی اجمالی اولیه به دست بیارن و بعدم میگم میتونن وقتی که برای کارشون نیاز شد برن سراغش و بیشتر یاد. من یه سوالی دارم، حالا نمیدونم شاید مجبور شیم این رو به برنامه های بعدی موکولش بکنیم، ولی گفتم یه اشاره کوچیکی بهش بکنیم. زمان قدیم اون موقع ما درس میخوندیم هوش مصنوعی انقدر چیز گسترده ای هنوز نبود ولی وجود داشت، این نمیدونم بود که مثلا وجود نداشته باشه، و همیشه یادم اون موقع هوش مصنوعی رو در واقع آرتفیشل اینتلیجنس رو با روباتیک اینا رو دوتا رو با همدیگه توی یه مجموعه میذاشتن. میخوام ببینم الان در واقع با این پیشرفتی که شده هنوز این دوتا یه جوری مکمل همدیگه هستن، یا به عبارت دیگه میخوام اینجوری بگم که توی روباتیک و توی صنعت چقدر این پیشرفت اخیر هوش مصنوعی نقش داشته، کسایی که توی صنعت دارن کار میکنن هم میتونن در زمینه هوش مصنوعی در واقع کار بکنن یا نه؟ خیلی به نظر نقطه خوبی گفتین کامر جان. در حقیقت مدل های زبانی این بخش نرم افزاری هوش مصنوعی هستن یا مدل های فاندیشن مدل ها به طور کلی، و طبیعتا وقتی که این بخواد به در حقیقت تجربه بشه به در حقیقت مثلا حرکات یوبات یا مثلا در حقیقت از طریق واسه اکچویتورایی مثلا به یک حرکت فیزیکی ترجمه بشه، طبیعتا اونجاست که در حقیقت روباتیک میشه. و یکی علت هایی که روباتیک به اون سرعت نتونسته در حقیقت خودش رو برسونه، که البته شرکت های هستن که در این حوزه الان دارن کار میکنن، ولی که دلیلی که به اون سرعت بیشتر مدل زبانی همین صرف تختر رو ساختن یه خود سختره. اولا هر شرکتی نمیتونه این کار بکنه، هرچند که همین در حقیقت تو نرم افزارش هم مدل های زبانی، چون معمولا اینا خیلی خیلی اندازه های خیلی بزرگی هم دیگه، تعداد پارامترها در ابعاد در حقیقت برای مدل های استیت آف دی آرت چند صد بیلیون دیگه، و از این جهت در حقیقت ولی که اون روباتیک از در حقیقت کار آموزش مدل های فاندیشن مدل هم به خود سخت‌تره و نیاز به زیر ساخت بیشتری داره، به اون سرعت اینو ندیدیم که در حقیقت انجام میشه. ولی در حقیقت این مدل های فاندیشن مدل ها خصوص مدل های مولتی مودال چند وجهی اینا مثل مغزن برای اون ربات دیگه، یعنی خصوص وقتی که تو حالت ایجنت استفاده بشن، یعنی شما یک مدلی داشته باشین که بتونه ریزن بکنه اول و بعدا بتونه که در حقیقت ابزارهای مختلف رو فراخوانی بکنه، فانکشن کال بکنه و بعد یه در حقیقت تسکی رو انجام بده. خب بعد حالا خروجیش رو به عنوان تصمیم سازی دیگه میتونه برسه به اکچوئیتورهای مختلف و طبیعتاً یه فیلد خیلی خیلی متداولش بکنم توی این اینداستری خود در واقع صنعت خودروسازی و این در واقع آرزوی ماشین اتونوماس یا ماشینی که خودش پرونه، فکر کنم یکی از کاربردهای در واقع متداولش. خب فکر کنم بحث خیلی طولانیه. من فکر کنم یه بخشی که همیشه ما توی برنامه‌مون داریم در واقع درآمد و حقوق، حالا نمیدونم چیز مطلب دیگه هست کاوه جان شما؟ نه فکر کنم آره با توجه به وقتی که داریم، آره اگه یه اطلاعاتی نمیدونم حسین جان داری اطلاعات راجع به متوسط حقوق، چون خیلی زمینه های مختلفی رو اشاره کردی مثلا ریسرچ انالیست یا اگه دیتا انالیست، اگه یه دورنمایی از این که هر کدوم از اینا چه رنج حقوقی داره داشته باشی، شاید دوستان علاقه من بشن که بیشتر بخونن واردش بشن. آره سر عرض می شود. من چون در مورد متوسط درآمد ایده نداشتم، چون در حقیقت حقوق تو این هر شرکتی بستگی به در حقیقت شرکت و تجربه و مهارت شخص و نقشش متفاوتی دیگه، خیلی متفاوت میتونه باشه. دیروز کلاستر رو نگاه کردم ولی به طور خاص تمام این رولا رو نگاه نکردم، به طور خاص در حقیقت همین ماشین لرنینگ و ای آی نگاه کردم که بیس پی انتری لولش رو، بیس پی برای انتری لول رو
در حقیقت زده بود که 80 هزار دلار، و این تا حدی هم بسته به شهر و استان هم متفاوته دیگه. مثلا اونتاریو این عدد میانگین یه خود داره، ولی تجربه من اینه که همین بیس پی انتری لول تو جاینت در حقیقت تک ها و توی در حقیقت شرکت های بزرگ نرم‌افزاری بطور قابل ملاحظه بیشتر، یعنی میتونه بسته به میگم شرکت و مهارت فرد حتی تو انتری لول میتونه دو سه برابر پس هم باشه. در کل جزء رشته هایی هستش که ورود بهش از حقوق بالا شروع میشه، نه از اونایی که خیلی پایین باید شروع کنن پله پله بیان بالا. بالا میگم تجربه بستگی به دقیقت مهارت های فرد و شرکت داره دیگه، چون همونجوری که میدونید بعضی از این شرکت ها خب خیلی کشفالشون خیلی خوبه، خیلی بهتر هم میتونن دقیقت استعداد رو جذب بکنن و خب رقابت هم بینشون وجود داره. من اگر فرصت باشه من چند میخواستم یه دقیقه در مورد مهارت های نه صحبت حتما کنم، ولی خیلی صحبت آره. چون میگم همیشه که گفتیم مهارت های فنی خیلی لازمه که دائما روزآمد بشه، و چون تک استک ها ابزارهای و ملزومات نقشه دائما در حال تغییر، ولی مهارت های نرم به نظرم اونام برای پیشرفت کاری خیلی مهمه، یعنی اینکه چطور تو جایگاه خودتون تو حوزه‌ای که خیلی سریع در حال حرکت پیدا بکنین و بهبود بدین. یکی از به نظرم تفاوت های ماشین لرنینگ سافتویر انجینیرینگ با کانونشنال سافتویر انجینیرینگ اینه که معمولا اون ابزار یا محصولی که توسعه داده میشه 100% شخص کار نمیکنه و همیشه فضا واسه بهبودش هست و همیشه اون استیک هولدرهای پروژه از شما در حقیقت احتمالاً درخواست های موردی زیاد، احتمالاً درخواست های مانعات الجمع هم دارن. برای من یکی از به نظرم مهارت های نرم خود من تیسلا یاد گرفتم اینه که برای توانه نگفتنه، که البته به نظرم نبوده همه یه حرفا صادقه، ولی به طور خاص اینجا هم صادقه، این که دقیقا با حفظ اخلاق حرفه‌ای ولی آدم میتونه مخالفت کنه یا یک ایده ای رو به چالش بکشه. دیگه چیزایی مثل اینی که چجوری پروژه رو در حقیقت به اون استیکهولدر آدم ارائه بکنه که ممکنه داخل شرکت باشه یا خارج شرکت، چگونه در حقیقت خودش رو برند بکنه آدم، برند شخص خودش رو بسازه، چجوری تأثیرش رو توی تیم بالا ببره و متناسب با اون مثلا در مورد حقوق و ارتقای شغلش مذاکره بکنه. اینا در حقیقت چیزایی که ممکنه یه نفر با نوشتن بلاگ پست این کارو بکنه، یه نفر مقاله پژوهشی یا سبد اختراع کنه، یه نفر ورکشاپ یا دوره آموزشی داخل شرکت بذاره و یه نفر مثلا خدمات مشاوره خودش رو شروع کنه و شبیه به این. ولی خب به نظرم برای اینکه تو این حوزه که انقدر سریع پیشرفت میکنه بتونن افراد جایگاه خودشون رو ارتقا بدن، این مهارت های نرم بعد از لند کردن اون کارشون اینم خیلی مهمه. و یه نکته پایانی اگه اجازه بدین عرض کنم در مورد اینکه به هر حال به نظرم ما ایران بزرگ تمدنی، یعنی ایران زمین و ایرانیان همیشه نسبت فهمو خیلی زود پذیرنده بودن، خیلی ارلی ادابتر بودیم. من پیشنهاد میکنم که با هر تخصصی که داریم، حالا به جز کسایی که حالا میخوام مستقیم وارد حوزه کاری بشن، ولی میتونیم در حقیقت هوش مصنوعی رو به عنوان یه در حقیقت فناوری دیگرگون کننده در حقیقت سواد خودمون رو توش بیشتر بکنیم، همونجوری که گفتین هم محتوای رایگان بر خط خیلی فارسی وجود داره، هم طبیعتاً کورس‌های دیگه. مثلا چند روز پیش من دیدم اندرو ینگ از دیپ لرنینگ دات ای آی که از ریسرچرهای خیلی مزه این حوزه هستش، کورسی گذاشته فور بیگینرز، یعنی پایتون با چیز خاص به روی کاربردهای ای آی و مثلا استفاده، نه برای کسی که تخصص این کار میکنه، بلکه برای کسی که میخواد چه من با ای پی آی های مختلف این مثلا ال ال ام پرووایدرها کار بکنه و در حقیقت حتی بخواد در حقیقت یوز کیسش رو به کار ببره. به نظرم این کورس خوبی بود و کورس های مشابه و البته اون کورس پایتون از بیگینر تو اینترمیدیت حتما دوستا خیلی ازش استفاده خواهند. مرسی حسین جان، مرسی از تمام اطلاعات عالی که در اختیارمون گذاشتی، دوستانم قطعا استفاده کردن، حتما با هم در تماس خواهیم بود، احتمالاً بتونیم یه برنامه دیگه ایرم بذاریم و اگر سوالی چیزی هست وقت به صورت جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. بسیار ممنون، خیلی ممنون، متشکرم.
روز خیلی خوبی داشته باشین همه. مرسی از دوستانی هم که با ما بودن. مرسی از شما. مرسی. روز همگی خوش. مرسی. خدا حافظ. خدا مرسی از شما. خدا حافظ. روز